فیلم سینمایی مادر جونم عاشق شده که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که رضا عاشق دختر مستأجر پدرش میشه. پدر مستأجر رو از خونه بیرون میکنه و باعث میشه که رضا دختر مورد علاقش رو گم کنه. دختر مجبور به کار در کاباره مرد شروری میشه تا در نهایت رضا نجاتش بده. بخشایی از فیلم مادر جونم عاشق شده رو با هم تماشا میکنیم. رفته بودم دواهاتو بگیرم. چرا نخوابیدی؟ داشتم امتحان میکردم ببینم پنجه هم قدرت داره که برم کار یا نه. نه بابا جون، تو نباید این کارو بکنی. دیگه ازت گذشته. یه موقعی میتونستی، حالا دیگه موقعی راحتیتی. من هر طور شده باید برم دوباره کار کنم. باید کار کنم تا درستو تموم کنم. دلم میخواد برای خودت خانومی بشی. دلم میخواد خانومی تو ببینم. من نتونستم در حق تو پدری کنم. این حرفا رو نزن. همه این بدبختی رو که میکشی واسه خاطر منی. اگه خودت تنها بودی و منو نداشتی چه خمی برات بود؟ بالاخره هر جوری بودی یه لقمه نونو گیر میآوردی و شکم خودتو سیر میکردی. همه این بدبختی رو واسه خاطر من میکشی. حالا دیگه من بزرگ شدم، میتونم گلیممو از آب بیرون بکشم. تو هر کاری میتونستی برام کردی، حالا منم که باید تلافی کنم. اگه میخوای برام تلافی کنی فقط درستو بخون. بابا من هر طوری شده درسمو میخونم. رضا به خواهر دوستش مینو علاقه داره، اما پدر مینو پسر دیگه‌ای رو برای دخترش در نظر گرفته. مینو بعد از اعتراض جوان دیگه‌ای به اسم هوشنگ رو به عنوان نامزدش معرفی میکنه. هوشنگ به رضا کمک میکنه که بر علاقه خودش پافشاری کنه تا پدر مینو رو راضی کنه. بخشایی از فیلم محصل رو با هم تماشا میکنیم. کجا بود برام خونده بودی؟ از هر کجای چشمه که او باش بنوشند آبها زهراگین است. از کتابی چنین گفت زردوشت. تو هیچ به برادرت نرفتی؟ اون ذکاوت تو رو نداره. شاید اینجوری راحت تر باشه. چرا این حرف زدی دخترم؟ همینطوری. اون وقتا خیلی با هم صحبت میکردیم، اما حالا دیگه حوصله ندارم. بگو ببینم دخترم، تو جنگل چی شده بود؟ چرا بچه های شیرین ملوک ناراحت هستن؟ هیچی، تو جنگل گم شده بودیم. فقط واسه همین ناراحت هم؟ اینو چیزای دیگه. میدونی حافظ چی میگه؟ چی میگه؟ نیست امید صلاحی ز فساد حافظ. چون که تقدیر چنین است، چه تدبیر کنم؟ ای بابا، جون خان بابا. فیلم سرگروهبان با نقش آفرینی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1351. داستان راجع به حجت با بازی منوچهر وثوقه که همسرش رو به قتل میرسونه، به خرمشهر میره و به کمک مردی به نام رحمان قصد داره شبونه با قایقی از مرز آبی فرار کنه، اما مأموران اون رو تعقیب میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چای میخوای بمیری گل دارو؟ بیا رحمان جون ولش کن، بس تو عالم خودش باشه. برو به امون خدا. رد بیا. آخ شما. خب دیگه چی کار کنم؟ شیکم و نون میخوام. شیکم من، شیکم تو، زندگی من، زندگی تو، زندگی آدم هزار تا چاله چوله داره. باید یه جوری پرش کرد دیگه. از فردا باز که آدم باشه این پرده لعنتی رو بندازم. اما چه فایده داره؟ تو که میدونی اون وقت چه خبره. پس برای چه فرقی میکنه ببینی یا نبینی؟ جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقه من میشه.
والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. ای بشیر بفرسی، باید با کفن من از اون خونه در بیارم. من به بشیر قول دادم. خونه تو بشکن. اینی که بشکن بشکن مگه میشه؟ من به اون قول دادم دختر. پدر، من محصول گندم و سیفی و سیب قندک نیستم که پیش فروشم کرده باشی. من یه آدمم، بهش بگو نمیخوامش. اگه مرد باشه خودش میره پی کارش، اگه باز من خواست بدون نامرد و نظرش چیز دیگه است و واسه یه نامرد دیگه لازم نیست بخوای قولتو داشته باشی. بکن پدر، راجب من، برای من. آخه من دخترتم، من دوست نداری؟ تو دخترت رو دوست نداری؟ گریه نکن، گریه نکن. من خودم با بشیر صحبت میکنم. آبا چوپان یواش برار، زالو زنبیل مرا آب کردیگی برار. یا علی. سلام. سلام جان. وایسا کنار حیوان. چی شد؟ قصاص، فیلمی با بازی پوریه بنایی، گوگوش و ناصر ملک مطیعی، داستان دوستی مظفر و قاسمه که به خاطر دختر یه تارزن به نام توبا به هم میخوره. مظفر که قبل از این توی یه رقابت عشقی دیگه با قاسم به خاطر لعیا همسر امروز قاسم منصرف شده بود، تصمیم به ازدواج با توبا میگیره. اما حوادثی در پی این اتفاق رخ میده. بخشای از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شبای دیگه چی؟ بابا با تو هم دارم باید حرف میزنم. تو با این کب مرده رو بلش کن. شکستی مونسم ازم گرفتی. خدای خدای تو شکی واسه تارت داری گریه میکنی؟ مگه دخترت برات مهم نیست؟ تو داری منو به لجن میکشی؟ پیر مردت کو، مهر و محبت پدریت کو، یه خورده فکر کن. این آخر عمری تو چی شدی؟ چی شدی؟ اونم واسه دخترت.